بسم الله الرحمن الرحیم و با نام یاد الله پاک و درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان و فریختگان بنده احمد سیرت و 15 درس از مضمون مواد ساختمانی و روش های ساخت به خدمت شما عزیزان قرار دادم. طوری که در ابتدای بحث شما ملاحظه کردین، بحث امروز ما پیرامون سازه های جدید و جالب هست تحت عنوان سازه های بادی یا سازه های هوای فشرده. امروز بحث سازه های هوای فشرده با شما داریم و همچنین برخی سیستم های از اونا و مراحل ساخت از اونا به شما توضیح میدیم و همچنین مزایا و محدودیت هایی که این همی سازه ها داره با شما شریک ساخته میشه. دوستای عزیز، شما مطلع هستین که امروز با توجه به پیشرفت و تنوع حوزه های ساخت و ساز ضرورت به ایجاد و به کارگیری سازه های جدید هم الزامی شده. مثلا یک از نمونه های از اونا که در درس قبلی ما با شما بحث کردیم سازه های چی بود؟ سازه های چادری. خیلی راحت برپا می شد، یک سری ویژگی های خیلی خوب داشت، ارزان بود، سبک وزن بود، به سادگی ساخت و ساز میشد. ولی نوع دیگی از سازهایی که امروز میخواییم با شما بحث کنیم سازهایی که بر مبنای هوای فشرده، با استفاده از هوای فشرده شما اونا رو برپا میکنه و استاد میشن و سر پا استاد میشن، که به نام سازهای هوای فشرده یا سازهای بادی به صورت خلاصه یاد میشه. سازهای بادی سازهای هم که سبک وزنه، پوغان ساده ترین فرم از او پوغانهایی که شما در درس اطفال میدید، این بادکنک باید وقت هوای فشرده به داخل بالون میکنین، بالون میره استوار میشه تا جایی که دیگه نمیتونه نور فشار بیاره، نور خم در واقع او یک حالت انعطاف‌پذیری بره خمش داره ولی تا جایی که استوار بمونه، ولی اگر هوای از اون خالی کنیم و کم شده بره میبینیم که شکل و فرم خورد خورد میکنه و کوچک میشه و نهایتا میبینیم که حالت استواری اینمی سازه از بین میره، همین حالت پوغانه. سازه های بادی هم بر همین مبنا اساس شده. در جاهایی که ضرورت باشه ما به صورت عاجل یک ساختمان داشته باشیم و یک چتر داشته باشیم، یک سقف باشه و از او بریم موارد موقت یا بریم موارد دائم استفاده کنیم، سازه‌های بادی بهترین نمونه. جایی باشه که ما بتونیم با یک سرعت بالای یک ساختمان تنظیم کنیم، مثلا یک استادیوم باشه، یک جیمنازیوم باشه، یک نمایشگاه میخواییم شما برگزار کنیم به صورت موقتی برای مثلا چند هفته ایه، عاجل میتونیم از نوع سازه‌های بادی استفاده کنیم، سازه برپا کنیم، بعد از خط سازر چیکار کنیم؟ پس جمع کنیم. یا امروزه شما متوجه هستین که مثلا دیده باشین استخرهایی که مثل بالونه جمع میشه به اندازه یک بکس خود میشه، ولی وقتی میخواییم که استفاده کنیم توسط پمپ‌های مکانیکی مخصوص رو باد میکنه، یک سازه کلونه استخر یا سونات تیار میشه و شما میشه استفاده کنیم.
ای بره شرایط امروزی که تراکم جمعیتی بالا رفته، تراکم ساخت و ساز بالا رفته، همگی نمیتونن در خانه خود استخر داشته باشن، جا و مکان از اون ندارن. شما اگر در قسمت مثلا زیر زمین خانه خود یک استخر یا یک سونا در نظر بگیریم، ببینیم چقدر هزینه باید کنیم، درسته؟ ولی براحتی میتونیم از این سازها استفاده کنیم، یک استخر موقتی تنظیم و نهایتا پس رو جمع کنیم. اینها به ما امکان از این میده که با توجه به محدودیت هایی که ما از لحاظ مساحت داریم، از لحاظ تراکم ساخت و ساز داریم، بتونیم در این قسمت این از این سازه ها استفاده و تحت پیشش قرار بدیم. یا مثلا بحث دیگه، بحث سرعت در کاره. مثلا یک سازه بتونی را اگه خواست باشیم بسازیم، یک زمان طولانی میباره، ولی یک سازه بادی شما میتونید در حد چند ساعت بنا کنه و مهندسی معکوس از اون، یعنی تخریب از اون، در حد چند ساعت پس انجام بدیم. ضمن این موارد عمده دیگه که داره، بحث مسائل زیست محیطیه، مسائل انرژیه. اینها همه و همه خود شما میگذاریم که در سالهای بعدی بیم روی از اونا بیشتر بحث کنیم. خلاصه سازه‌های هوای فشرده یا سازه‌های بادی نیروها را از طریق پوسته‌های با تنظیم داخلی به وسیله هوا منتقل میکنه. وقتی که شما سازه باد میکنیم، به اصطلاح مثل اینجا سازه باد شده، مثل پوغانه بره میبینه، تمام بر هر نقطه از سطح از عمود قوا عمل میکنه. و وقتی که چی شد، تمام قوا به صورت کششی رو پوسته از عمل میکنه، پوسته بیرونی و میده بار رو پایین که رو پایه ها باشه و نهایتاً سازه چیکار میشه؟ سازه استوار باقی میمونه. شما از یک مکانیزم خیلی ساده ای که فشار درون از فشار بیرون بالاتر هست، شما سازه رو چیکار کردیم؟ استوار و ثابت نگه داشتیم. ما از این سازه ها میتونیم برای سازه هایی که دهانه های بزرگ داشته باشیم، مثلا ببینیم چقدر دهانه از این بزرگه، از این قسمت بیم تا به این قسمت، یک دهانه بزرگ مثلا این میتونه یک بازار موقتی باشه. بحث بعدی که در این سازه ها مطرحه دوستا، شما با بتون میتونیم همیتی یک سقف شفاف تنظیم کنیم که نور به آسانی بره داخل. شما میفهمید در قسمت انرژی چقدر صرف جویی میکنه؟ در طول روز شما کلن نور داره، کلن آفتاب داره، گرمی داره. در تابستان میتونیم جرم از این کدر انتخاب کنیم و نور نه چی نیه داخل، نور و گرمی آفتاب نیه در تابستان. سبک بودن یک ویژگی دیگه یه برده چی ها، طرح و فرم های خاص دادن یک ویژگی دیگه یه در این سازا. شما با بتون خیلی کم و با یک سری حساسیت های بسیار بالا میتونید یک فرم تنظیم کنه با یک سازه بتونی، خیلی به سختی میتونه کارو بکنه، چقدر هزینه بر باشه، چقدر زمان بر باشه، ولی به راحتی میتونه کار انجام بده. استفاده در استادیوم ها از این سازه ها میشه استفاده کنه. استفاده در شرایط موقتی که بیشتر ما شما بحث کرده، مثلا در یک جنمایشگاه دایر میشه برای 15 روز سازه رو برپا میکنه پس از بین میره. دارای ظاهری زیبا دیدیم دیگه، دارای ظاهری زیباه، قیمت مناسب و سایر مزیت های دیگه که در سلایت های بعدی با شما بحث میکنیم. این دو تا نمونه های از سازه های بعدی هم ببینیم. این داخل از این هوا پر شده، دیوارها مقبول استوار استاد شدن. بحث بارهای زنده و بحث بارهای مرده هم روی از اینا چیه مطرحه که در سلایت های بعدی به اونها میپردازیم. یا ببینیم شما در این تصویرها نمای ساختمان آمدن از سازهای بعدی تنظیم کرد. شما اگه خواست باشیم همین از تلق بسازیم یا از فلز بسازیم، چقدر از این بره، چقدر وزن ایجاد میکنه؟ شما خود متوجه هستین که وزن در ساختمان یک عامل خیلی عمدهه که باید محاسبه بشه. هرچی تلاش مهندسین امینه که وزن ساختمان پایین بیاد که در زمان زلزله و سایر نیروها بتونه مقامت بهتر از خود به نمایش بگذاره. ببینید نمای ساختمان با یک فرم جالب، با یک طرح جالب. قایق‌های امروز میسازن
نوع از سازهای بادیه، باد میشه قایقه دیگه. ببینید یا به ایسا و ببینیم در این تصویر داره که میبینین میتونه رنگ و طرح‌های مختلف هم داشته باشه، به صورت برجسته، به صورت یک فضای پیش تنیده، یعنی از جایی که اتکا شده پیش رفته، یعنی پیش تنیدگی ایجاد کنه، میتونه ایجاد کنه. یعنی بحث پیش تنیدگی هم اینجا مطرح شده. این همین حالت به نام سازه‌های هوایی یا سازه‌های بادی یا سازه‌های هوای فشرده، یعنی اینها شما میتونید به صورت ترکیبی از ساختمان‌های کلاسیک و ساختمان‌های نوین استفاده کنید و طرح و فرم بدین به ساختمان‌ها. در این قسمت ببینید یک سازه بدی می‌خوام اینا برپا کنم. ببینید در چه یک مدت کوتاهی. سازر برپا چی کردن؟ اطراف سازر مستحکم کردن، حالا باد میشه داخل. اندک از فشار هوای بیرون فشار داخل بالاتره. متوجه شدیم نوع از سازه ها بود. البته ما دو نوع سازه داریم در سازه های بادی، یک سازه هایی که از هوا پر میشن، یک سازه های متکی بر هوا هن. حالا هر دو نوع از اینا رو با شما بحث میکنم. سازه ای که پیشتر در تصویر دیدیم سازه متکی بر هوا هن. یعنی سازه به صورت یک قشای داخلی هوا پر میشه، این سیستم پوغانه. او سیستم چیه؟ متکی بر هوا، یعنی فشار داخل از فشار بیرون بیشتر کردیم ای استاد میشه، ای سازه متکی بر هوا. سازه های پر شده از هوا سازه هاییه که همین خود پوسته قشقشا یک لایه تیوب ماننده داره، داخل از این تیوب هوا پر میشه، وقت پر میشه این فرم استوار بخونه نگه میداره، داخل هوا با هوای بیرون تفاوت نداره، متکی بر هوا نیه، از هوا پر شده، یعنی قشا از این دولایه از هوا پر میشه. باز اینا بالشتکا داره که از هم جدا میشه که هر کدوم هوای مجزای خود داشته باشه، اون مقاومت خود ایجاد کنه بیارد. یا در این قسمت ببینیم یک ستون داره بعد سقف از این کلن سازهای بدیه، میبینیم فقط یک چند تا ستون ایجاد شده ستا و کل چتر از این آمده و بدنه از این به این قسمت یا به این قسمت توسط هوا پر کرده و نهایتا سازه استوار باقی مونده. خب میگم دوستای عزیز که فلسفه وجودی از این سازه ها چیه. اگه ما درک کردیم که فشاری که بر پوسته همین سازه وارد میشه به چه میزانه و در قسمت هایی که انحنا داره به چی حالته، چون اساس این سازه سازه های گنبدیه، چون هوا عمل میکنه هوا دیگه حتما پوستر با حالت محدب در میاره، این اساس کاره، یعنی نمیشه که پوسته بعد از اینکه باد شد بازم استوار باشه صاف باشه، حتما حالت اینا رو به خود میگیره، قیس به خود میگیره. حالا این که قیس چه اندازه بزرگ باشه خیز از او و این که گنبد از اون چقدر ارتفاع داشته باشه اینا بستگی داره، که باز در حالت خیز مسائله که باد کم و زیاد چه خیلی تاثیر میگذاره در خیزهای بالا، که گنبد بالا باشه ارتفاع داشته باشه بحث مسائل باد خیلی مطرحه. اینا هر دو گپایه که اینا فلسفی وجودی از اینا بر مبنای همون فشاریه که تنظیم میشه بر پوسته داده میشه، بر هر قسمت از پوسته به صورت عمود فشار وارد میشه و این سازر با حالت استوار باقی نگه می‌داره. در این تصویر هم که اگر شما ببینید دوستای عزیز ببینید که حالت‌های که مدرن یا بگیم یا حالت‌های جالب چی تیار کردن، فرم‌های متفاوته که اینا باد میشه و یک شکل و طرح و دیزاین خاصه به یک سازه میده، مثلا قسمت‌های دکور یک قسمت نمایشگاه باشه
میتونیم به سادگی اگر شما بیم این با ابزار مثلا از گچ تنظیم کنیم، چقدر وزن باید شما وارد کنیم بالای سقف تا یکی ساخته بشه؟ ولی میتونیم طبیعه کنیم، حالت گچی رم بدیم به او که شبیه گچ معلوم شه یا شبیه سایر مسائل دیگه، ولی در حالت چیای بادی باشه. یعنی موارد و طیف استفاده از این سازها بسیار بالایه. در جای جای ساختمان ها، در جای جای کاربرد های بشری میتونیم استفاده کنیم. و این فشار هوا یک بار یک نواخت گسترده ای در طول امی پوسته ایجاد میکنه. سازه های هوای فشرده بر دو نوع هن پیشتر گفته، سازه های متکی بر هوا و سازه های پرشده از هوا. این که شما ببینیم دیگه این سازه ایه که البته قسمت از این چادره، قسمت از این هم میتونه امی قشای از این به طورت بچی باشه که از هوا پر شده باشه گستوار بگونه. پس ما در مجموع دو نوع سازه های بادی داریم، سازه های متکی بر هوا و سازه های پر شده از هوا. کردوی از اینان میم امروز با شما بحث میکنم. حالا میم چه اهمیت و ضرورت داره که ما استفاده کنیم از سازه های بادی؟ پیشتر به شما گفتم با توجه به اینکه امروزه بحث توسعه پایدار مطرحه، معماری پایدار مطرحه، بحث مساله سبز مطرحه، بحث معماری سبز مطرحه، اینا همگی و همگی اصطلاحاتی هن و دغدغه‌هایی هن که بشر امروزی داره که ما چگونه ساخت و ساز کنیم تا ای که نسل بعدی رو مشکل مواجه نکنیم، ساختارهای اکولوژیکی و زیست محیطی بر هم نزنیم، نظم طبیعت خراب نکنیم، نسل بعدی با یک بنبست و مشکل مواجه نسازیم. این اساس توسعه پایدار. یعنی شما از منابع استفاده کن، خیلی خوب، هرچی میتونی استفاده کن به نحوی که نسل بعدی در استفاده از همین منابع با مانع ایجاد نکنی. و امروزه شما متوجهیم که ساخت و سازها به شدت رو به افزایش، نظر به تحقیقات که شده در هر هفته حدوداً 3 میلیون انسان از اطراف به مراکز شهرها میاد. ببینید در هر هفته 3 میلیون انسان. شما مثلا از 1990 و امروز 2022 شما بریم مثلا جمعیت مراکز شهرهای بزرگ دنیا، مثلا تهران، کابل، توکیو، مثلا واشنگتن، سایر کشورهای که در دنیا هست، شما توجه کنید می‌بینیم که انفجار کرده نفوس. و به همین پیمانه خب ما ضرورت به مسکن داریم. مسکن چیه؟ مسکن از مصالح استفاده میکنه. بیشترین مصالح نظر به تحقیقات که شده در ساختمان ها مصرف میشه، یعنی در سرک و در پول و در سایر ساخت و ساز ها کمتر استفاده میشه، بیشتر در ساختمان های، چون بشر ضرورت بیشتره برای مسکن و یک معمل امن و محیط آرامش و امنیت داره. این باعث میشه که ما از منابع بیشتر بهره بجوییم و استفاده گسترده و عظیم و عجولانه از منابع بس خطر زیست، مسائل زیست محیطیه، به خطر محیط زیسته. پس استفاده از سازه های بدیل به عنوان یک سازه های پیشرفته، سازه های کم مصرف، سازه های آشنا با محیط زیست، همنوا با محیط زیست، دوستدار با محیط زیست، به شهر کمک میکنه که سمت توسعه پایدار را بیافته. از این جمله بحث انرژی هست، بحث آلودگی هوا هست، بحث صوت هست، بحث کمبود مساله ساختمانی هست، بحث بازیافت مساله هست. این از جمله مسائلیه که ما باید به اینا فکر کنیم. سازه های بادی در این راستا میتونه ما کمک کنه. دوستار طبیعته، مثلا ایجاد فرمای حبابی، میتونیم سایر انواع و اقسام فرما رو بدیم به ساختمان، هر نوع فرم. شما یک وقت در مسائل ساختمانی شما میتونیم انواع و اقسام فرما رو استفاده کنیم و به کار ببندیم و دیزاین ها و طراحی های مختلف و متنوع انجام بدیم و به راحتی کارو بکنیم. سازه تنظیم کنه، فقط باد کنیم و خود از شکل و فرم خود میگیره و استوار باقی میمونه.
با کمترین هزینه میتونیم این کارو بکنیم. اینها مسائلیه که ما کمک میکنه که با کمترین هزینه با بالاترین کیفیت و مناسبترین قیمت یک سازه برپا کنیم. بحث بعدی وزن کمه. میفهمیم که وزن دشمن ساختمانه. مقاومت در برابر بارهای دینامیکی مثل زلزله. خود چون سازه سبکه، زلزله هم بشه هیچ تفاوت به این سازه نمیه. خیلی ایمنه، نه لحاظ زلزله، بسیار بسیار ایمنه. شفافیت زیاد. شما میتونیم حتی تنظیم کنیم که قشای از این کاملا نورگذر باشه. در زمستان کلا نور و آفتاب بیه، شکل گلخانه رو بخواه بگیره که شما احساس ناراحتی از لحاظ سرما نکن و بتونیم انرژی به داخل هدایت کنیم، نور رو به داخل هدایت کنیم. در حالی که با سازهای دیگه نمیتونیم این کارو بکنیم. بکنیم هم از بتونهای نورگذر و نیمه شفاف میتونیم استفاده کنیم با قیمتهای بسیار بالا. مقاومت در برابر آلاینده های محیطی و خاصیت ضد چسبندگی. شما این مساله مسالهیه که شما میتونیم با کمترین میزان مصرف مثال یک سازه بزرگ چکار کنیم؟ برپا کنیم. شاید یک بر دهم حصه سازه‌های معمول این کمتر مثال استفاده کنیم به مراتب، چون قشای از یک قشای بسیار نازکیه. مثلا در قبال سازه‌های بتونی شما اگر این مقایسه کنیم چند صد تن مثلا فولاد بکار داره که میلگرد و اینا بکار داره یک سازه، ولی این شما چند تن چادر جمع میشه یک جا قرار داره همو برپا میشه، همو هم سازه میشه، در حال که شما گفتین چند صد تن مثلا چی باشه، میلگرد باشه، فولاد باشه، چند چه مقدار زیاده چی باشه، مساله دیگه مثل رگ و سمنت و جغل و خشت و آجر و رنگ و مساله دیگه باشه، اینا همگی حذف میشه از در این سیستم. خب خیلی مناسب تمام میشه، خیلی سبکه. عمر مفید و طولانی. خیلی براحتی میتونه عمر از این بالا باشه، طولانی باشه، مفید هم هست. امکان بازیافت. اگه پلاستیک باشه و تلق پلاستیک باشه و یا چادر باشه دوباره میتونه وارد چرخه بازیافت کنه، مجددا از این استفاده کنه. و تعمیر پذیری. اگه یک جای از این سوراخ بشه چسبای خیلی چیه میتونه پس تعمیر کنه. یک جای از این فرسوده بشه بالاستکر میتونه عوض کنه یا همون قسمت پینه کنه و نهایتا بسته بشه. به راحتی قابل تعمیره. تعمیر پذیری خوب داره. و همچنین جلوه های بصری خوبی ایجاد میکنه. پیشتر برای شما نشون دادم. یا مثلا اینج. مثلا این شاید یک رستوران بده. داخلم یک فضای خیلی چیه رستوران و این قسمت هم مثلا 50-50 هرات دیده بودیم در زمستان ها چکار کرده بود؟ بیایم دو یک چتر تیار کرده بود، اینجا هم شیشه و اینا زده بود با یک قیمتش بالای صحیح؟ باز تابستان ها رو جمع میکردن که فضا باز باشه و آزاد مردم استفاده کنن. حالا اگر ها از این سیستم استفاده کنه از سیستم چادری خیلی راحت تر. به راحتی میتونن باد کنن سازن، مقبول استوار میسته، شکل و فرم خاصی هم به او بدن، مقبول دیزاین متره میشه. یا برای سایر ضرورت هایی که به صورت فصلیه، مثلا سازه در زمستان برپا میشه در تابستان جمع میشه، شما میتونیم از اینا استفاده کنیم. چون موقتی بودن و زود منتاج و دمونتاج یعنی بسته شدن و باز شدن خاصیت از اینا، ویژگی از اینا. برای ساختمان های بلند مرتبه میتونیم از اینها به عنوان نماها، پوشش‌ها و غیره هم استفاده کنیم. اینجا هم ببینیم یک نوع سازه دیگه ایه که ساخته شده که میتونه به صورت ترکیبی از سازه های چادری یا بادی باشه یا کلن بادی باشه استفاده شده. ماهیت سازه های پر شده از هوا. صحیح؟ سازه های پر شده از هوا سازه هایی هم که همون قشای از اونا دو لایه داره، به این حالت پخش میشه و داخل لایه دو لایه از هوا پر میشه. درون سازه که انسان ها هم
یا هر چی که هسته او هوا پر نمیشه. تفاوت از او با بیرون هیچی نیه، فقط ساده به ایالت. مثلا این پوغانه هایی که دراز شما بگیریم به ایالت قرار بدیم، این یک سخت ایجاد میشه، او سازه پر شده از هواه. پوغانه های حجیم و کلون در ذره بگیریم که داخلی هوا میشه، اونا سازه های متکی بر هواه، یعنی قشا توسط باد استوار باقی مونده. این تفاوت از این. و اساس کار از اینا همینه، سازه هایی که پر میشن از هوا، هوا به گونه اضافی بعد هوا در داخل قشا و کتله از اون تنظیم بشه که حدود 5.11 تا 31 کیلو نیوتن بر متر مربع تنظیم بشه. همینقدر فشار ای در سازه های پر شده از هوا، سازه های متکی بر هوا که داخل هوا فشرده داخل میشه خیلی کمتر از این، چون باز اذیت نکنه انسان ها، معمن بود و باش رو تأمین کنه و نهایتاً او قدر فشار هم ضرورت نداره. خب در این قسمت هم شما تصاویر میبینید، این تلکابینیه، همون قسمت استیشن از اون توسط سازه بدی آمدن تنظیم کردن. تلکابینیه که از اینجا حرکت میکنه میره طرف کوهستان ها و همون هیجان ایجاد میکنه. یا این فرم دیگه از نوع سازه بدیه که شما میبینید چقدر بزرگه، این میبینید قسمت پایین هم پارکینگ موتر خواهد. در این تصویر هم ببینید که یک سازه برپا میشه احتمالاً و شما میتونید که مراحل ساخت از اون شما ببینید. ببینید حالا میخواین همین سازه برپا کنید. این سازه به صورت موقتی احتمالاً یک نمایشگاه بوده یا یک جای بوده که به صورت موقتی باید ساخته میشده. ببینید فرم و شکل از این دو دریچه داره، دریچه های تنظیم هوا و فشار داره. این هم همون قسمتیه که داخل استادیوم بوده، مثلا یک جیمنازیوم کوچک بوده، ولی چند روز یک تورنمنت و یک جام بوده و برپا شده و انسان های می آمدن شرکت میکردن، بازی میکردن، کسای هم تماشاچی بوده، تنظیم شده برای از اونا. حالا ببینید که هیچ به چی ترتیب داخل از این فشار هوا تنظیم میشه و این سازه برپا میشه. ببینیم اگر شما خواسته باشیم بیایم شما 10 متر دیوار بسازیم چهار طرف از این، باز روی از این یک سقف چی تیار کنیم، خرپا تیار کنیم، چقدر هزینه بره، چقدر زمان ایجاد میکنه، از من ضایع میشه زمان ما. ولی به راحتی میتونیم این چادر رو بسته کنیم، این تصویر قبلی، این سلاید قبلی که شما بدیدیم و نهایتاً سازه برپا شد. یعنی ویژگی اساسی از اینا چیه؟ اینه که این سازه ها به راحتی و به سادگی و با زمان خیلی کوتاه ساخته ساز میشه. حالا سازه های پر شده از هوا یک سری مزایا و مزیت ها دارن. مثلا عدم نیاز به موتورهای دائمی تنظیم هوا و کاهش مصرف انرژی. ببینیم سازه های متکی بر هوا چون داخل بعد یک سری فشار هوا باشه، او موتورها به صورت خودکار روشن میشن، خاموش میشن و تنظیم میشه هوا. در اینا که هست وقتی که همون بالشتکار شما پر هوا کردین و سقف کامل شد، دیگه نیاز نیه هر دم هوا تنظیم بشه، چون بالشتکار به اجزای خود خود تقسیم میشن، هر کدوم از اینا هوا و فشار در خود تنظیم نگه میدارن، مگر در ساعات استثناءات که اونا سوراخ بشن یا فرسوده بشن یا گسختگی ایجاد بشه که اون شرایط متفاوتیه. برای سازهای متکی بر هوا هم میتونه ایسانه اتفاق افتاد و در نتیجه کاهش مصرف انرژی. بحث بعدی حذف هوابندی لبه‌های پیرامونی. سوال که دوست شما کرد، در سازه های متکی بر هوا چون داخل هوا پر میشه احتمال این که هوا خارج بشه زیاده، به همین خاطر شما باید خیلی حفظ کنیم با دریچه های مختلف دوست دریچه ای تا این که هوا در حالت تردد بیرون نشه، چون فشار داخل بالا فشار بیرون کم، این هوا تمایل داره که به طرف بیرون حرکت کنه. در این سازه ها دیگه شما او دریچه های تنظیم هوا رو ندارن دیگه، آزاد میتونه اصلا وا باشه،
چهار اطراف از اوی، چون سازه متکی بر هوای پرشده، هوای پرشده که به دو طرف قشا از سطح داخلی و بیرونی فشار وارد میکنه، سازه متکی استاد میشه. روی از این اساس ای هم حذف میشه در سازهای پرشده از هوا. در صورت خالی شدن یکی از اجزای پرشده از هوا، بخش های مجاور مقاومت لازم را برای جلوگیری از انهدام ساختمان را دارد. مثلا یک بالشتک در بین بالشتک ها خالی میشه، متبقی میتونن مقاومت نشوندن تا ای که ای ساخته بشه و جلوگیری بشه از انهدام سازه. حالا ما پیشتر گفتیم که سازهای پرشده از هوا به دو قسمت است: سازهای دندانه ای پرشده از هوا و سازهای دارای دیواره دوجداره، که دوجداره ها پیشتر به شما گفتیم. سازهای دندانه ای پرشده از هوا، این سازها مجموعی از لوله های پرشده از هوا هستند که فضای درونی را به سیلی یک تاق یا گنبد محصول میکنند. پیشتر دیدیم یک سقف بود، باز بین از اینطور حالت های لوله مانند پخش و تزی شده بود. اینها همین نوعی از سازها هستند، یعنی سازهای که از هوا پر میشن، اینها هم میتونن حالت بالشتکی و دوجداره و حالت لوله ای و کنگره ای یا همو دندانه ای داشته باشند. خب حالا میگیم سازهای پرشده از هوا چند تا ویژگی باید در اینها مد نظر بگیریم. یک رفتار سازه ایه که همین سازه چه نوع رفتار میکنه، یک اهمیت توزیع باره، یک گسیختگی پوسته، یعنی همین قشاک خراب میشه. در رفتار سازه ای، در حالی که سازه های متکی بر هوا، اینا سازه های پرشده از هوا، سازه های متکی بر هوا به فشار کمی برای نگه داشتن سقف ضرورت دارن، چون مقدار از هوای داخل نسبت به بیرون بیشتر باشه سازه استواره، ولی در اینها فشار زیاد ضرورت، باید به شدت هوا پر بشه داخل بالونک ها و حبس بشه، و باید طراحی و دیزاین از اینا خیلی اصولی و اساسی انجام بشه تا اینکه وقت بالشتکا پر میشه همون شکل و فرم که شما ضرورت دارین بره خب بگیره. این حالت رفتار سازه ای از اینه. وقتی که سازه پر از هوا شد، بالونک و مقشای دوجه داره از این، این حالت فرم اصلی خود خود میگیره و پر میشه و استوار باقی میمونه، مگر اینکه باز شما ضرورت باشه که بالشتکار خالی کنه. شما همین جلیقه های چی دیدیم؟ جلیقه هایی که آب بزی میکنن، دقیقا او سازه پر شده از هوای، او حالت نیه که حبس کرده باشه داخلی پر شده باشه، نه، دو لایه و پر میشه و دیده باشه قسمت کمر از یک قسمت پر میشه، قسمت سینه و طرف جلو رو از یک طرف، قسمت گردن از یک طرف پر میشه، دقیقا با همین سیستم. حالا همون سازه چیکار شده؟ با یک فرم و دیزاین خاص ساخته شده و وقتی که پر کنیم شکل باسکت و جلیقه رو خود میگیره. اساس رفتارهای سازه ای در این هم همین چیزه که شما با تنظیم هوای فشرده به داخل بالون استواری به اونها میده و این هوا هم لایه داخل هم لایه بیرون فشار وارد میکنه و نهایتاً باعث میشه که شخ بشه، استوار بمونه، انحنا نکنه، خمش نکنه. اگر هوا خالی شد خمش میکنه سازه، هم هوا کم شد نااستوار میشه، شل میشه، سازه قرار میه پیم سقوط میکنه، میفته. ای از ویژگیه از این سیستم یا رفتار سازگی. اهمیت توزیع بار، متوجه باشین که بارهایی که به این سازه وارد میشه، بارهایی که اصول وزن خود سازه، مثلا این چادر یا همین پوسته که شما در نظر میگیرین چیه؟ چادر، فرایشوت، تلق، چیه؟ کوشش میشه که از سبکترین نوع قشا استفاده بشه یا چادرها استفاده بشه و ضد نفوذ باشه، هوا بیرون ندن که باز هی تخلیه بشه و هی عدم هوا زجاد شد، باید کاملا مسدود بشه. جیره، رابره چیه؟ چه نوع جرمه داره؟ به این ارتباط پس اساس کار اینه که ما باید متوجه باشیم که بارها چگونه توزیع میشه روی ازی و به وقتی که بارها توزیع شد چه نوع فرم بخو میگیره و هر فرم فرق میکنه. مثلا اگر دهانه بزرگ باشه، و این انحنا هم کم باشه، ببینید ایالت باشه، بعد خیلی متوجه باشین که هوا باید کاملا تنظیم شده باشه.
چون اندکترین کاهش هوا، چون دهانه بزرگه سقف سقوط میکنه. با در دهانه های بالا که خیزش خیزی بالاه ارتفاع داره و دهانه خورده، ای باز در مقابل باد که میوزه اکثری نقصانات ایجاد میکنه. پس بارها رو باید متوجه باشید، بارهای خود عزیز، بارهای بیرونی، بارهای مرده زنده. گسیختگی پوسته هم دوستای عزیز بحثیه که میتونه همین قشار مورد تهدید قرار ده. مثلا چون اساس بارها فشاریه که رو پوسته وارد میشه، پس شالوده این ساختمان پوستهه. چون شما فشار میدیم به پوسته، پوسته توسط فشار تنظیم میشه و استوار باقی میمونه. حالا اگر توسط نور خورشید، توسط عوامل کیمیایی، عوامل صنعتی، حالات جوی این پوسته خراب بشه، فرسوده بشه، پاره بشه، سوراخ بشه، میتونه پس شالودی ساختمان از بین ببره. به یه طبع در قسمت مینتیننس یا حفظ و مراقبت از اینا باید چکار بشه؟ خیلی کوشش بشه. ضمن این که هر سازه نیاز به مراقبت داره، چی سازه فولادی باشه باید در مقابل عوامل جوی و زنگ و مسائل اکسیدیشن و غیره حفظ کنه، چی سازهای بتونی باشه که عوامل صنعتی و رطوبت و اقلیم میتونه روی از تاثیر بگذاره، چی سازهای کلاسیک باشه، چی سازهای مدرن باشه، همگی به حفظ و مراقبت ضرورت دارن. اصلا جزء لاینفک مسائل ساخت و ساز بحث مراقبت. این تصویرم ببینید، این هم یک سازه بدیه با هوای فشرده ایجاد میشه. ببینید اپراتور داره، هوا تنظیم میکنه، هشدارها داره. ببینید حتی شما میتونید چکار کنید، این سازه پر شده از هوا. میبینید بالشتک داره دوستا، این بالشتکا با جدایی پر شده از هوا، داخلی هوا پر نیه دیگه، بالشتکا پر میشه و استوار میمونه. مثلا یک سال برابر از اون، مثلا ببینید شما میتونیم چکار کنیم، دوس لایه حتی ایجاد کنیم روی هم بیان بلکزن فرمای خاصه با خود بگیرن، یعنی محدودیت های آنچنانی نداره مگر در ارتفاع. مثلا ساختمان های بسیار بسیار بلند مرتبه نمیتونیم با این هم بسازن دیگه. مثلا این باز شد، خب این متکی بر هوا نیه، چون اگه متکی بر هوا میبود این دوازه وامی شد فرو میره. این پر شده از هوایه، هر بالون جداگانه پر شده، ای پایه پر شده، اینا پر شده، ای بالشتکایی بر پر شده، فوندیشن از ای پر شده. این نوعی از سازه های اپراتور داره، از اینجا کنترل میکنه در های دروازه ها بازو بسته میشه، حتی جهتی میبینیم تغییر میده، حرکت میده خود از اون. این و ویژگی های از اینا که هسته خیلی سبکه دیگه، شما کدام چیز خاصه به این کار نبردی، فقط چادر و استوار بقیه مونده. این یک سیستم کاملا جدید، سبک وز، قیمت ارزان مناسب و با قابلیت های مختلف. یعنی این دقیقه نیه که سازه ها کاملا ساکن باشه، میتونیم جا به جا کنیم، دربار میتونیم الکترونیکی تنظیم کنه وابسته باشه، یا سایر مزیت هایی که دیگه سازه ها داره به اینا میتونیم تا حدود عنایت کنیم. خب حالا میگیم سازه های متکی بر هوا. اینه ببینید اینا سازه هایی که متکی بر هوا هست،
یعنی باید فشار هوا در داخل تنظیم بشه به صورت یک نواخت داده بشه هوا، و چون ذاتن وقت هوا داده بشه یک چیز میپنده، شکل از این حالت گون بدی رو خود میگیره. سازهای متکی بر هوا اصولا شکل از اینا مثلا یک فرم ثابت تر داره نظر به سازهای پر شده از هوا. سازهای پر شده از هوا شما با هر فرم میتونید در بیاد، ولی اینها اصولا با حالت محدب و منحنی در میاد، چون فشار میزنه به سقف و دیواره ها حالت محدب خود میگیره، و بعد فشار به صورت یک نواخت به اینا داده بشه، اختلاف فشار داخل و بیرون بعد حفظ بشه. همیشه موتورهای میکانیکی یا پمپ‌های میکانیکی باشه که تنظیم کنه هوا، و نهایتاً این سازها برپا باشه. حالا سازهای متکی بر هوا یک سری شرایط دارن. بارهای ناشی از فشار هوا، یک باریه که خود هوا میده، هوایی که شما داخل بالون پر میکنه، ای باعث میشه که فشار بده به سقف و دیوارها و سازه استوار باقی بمونه. که ما در سازه های پر شده از هوا گفتیم 5.11 تا 31 بود، اما این 10.5 نیوتن بر متر مربع. بارهای زنده، تجمع برف مثلا در زمستان ها یک مسئله خیلی حیاتی برای سازا. ما یک وقت به پانتون پل تکنیک بودیم درس میخونیم، وقت لوی جرگه شد ما رخصت کردم، بعد از اینکه آمدم یک خیمه بزرگ ساخته بودم به نام خیمه لوی جرگه، تا چند سال اخیر بود که فکر کنم برداشتن یا حالا برای مقاصد دیگه استفاده میشه یا نمیفهم به جریان نیم. خیلی زمستون برای برف فریده بود، سنگینی که دوست کلن ساز خیمه لوی جرگه میگفتن، ساز چادری بود، سازی که دیدی درس قبلی ما شما خونه، چون فشارهای وزن برف، فشارهای بارهای زنده روی از این چی نشده بود، محاسبه نشده بود، نتونست تعمل کنه، از بین رفت. پاس رو ساختمان دائم فکر کنم تیار کردم. ما از بالای کوه خود معمال تصویر دارم، تصویری که قبلا ساخته شده بوده، اداس بوده، ثابت بوده، و بعد از اون هم رفتم ما با کوهنوردی کردیم بالا و عکس گرفتیم، مقبول معلوم میشه. پس بارهای زنده مثل برف روی سازه ها خیلی اثر گذاره، بعد حتما در نظر گرفته بشه، خصوصا در خیزهای منحنی کم، یعنی وقتی که دهانه طولانی باشه، وقتی دهانه طولانی باشه و شما برف بیار روی ازی، به شدت میتونه سخت فرو بریزه و سازه بین بره. و همچنین بارهای دیگه مثل بار باد، صحیح؟ بار باد مسئله دیگه ایه که خصوصا در خیزهای زیاد، درسته که ارتفاع دهانه کمه، ارتفاع زیاده، باد دیگه با آسانی میتونه این سازر چیکار کنه، منهدم کنه، از جا بکنه، ورداره، بادهای شدیدتر یا طوفانها یا انهدام کنه. بحث بعدی بارهای مرده، وزن خود پوسته. دوستا در بارهای مرده وزن خود پوسته مهمه. حالا اصولا از چادرها، از پلاستیک ها، از جیرها، رابرها و غیره استفاده میشه با فرم ها و طرحهای خاص و با سبکی خاص، ولی اگه در آینده ضرورت باشه که از مصالح سنگین تر و جالب تر در فرم از اینا ساخته بشه، باید حتما وزن مرده یا بارهای مرده در اینجا چه کار بشه در نظر گرفته بشه. میگم ما چگونه یک سازه بدیر بسازه کمتر از 3 ساعت. شما میتونید یک ساختمان با دیگر ویژگی ها یا سازمان های کلاسیک در 3 ساعت بسازید؟ در 3 ساعت حتی همین سمنت خورده میگیره دیگه، به چی به جا که بخور سخت کنه و باز شما دارید کنه. ببینید اینه سازه ساخته شد، ببینیم داخل از این ارتعاش دار، ببینیم سقف جنبان میکنه، بستگی به میزان فشار هوایی که شما دار میدید، ببینیم یعنی در کمتر از 3 ساعت شما بتونیم امیتی اکس خونه بزرگ پرونی کنیم تیار کنیم و حتی دیگه در جایی که سرعت کار باید بالا باشه این خیلی حیاتیه. ببینیم نمایشگاه تیار شده دیده، یعنی مثلا مقامات عربی بوده، در جای رفته بوده، در نمایشگاه بوده، سخنرانی بوده، چی بوده که در یک جای بوده، ساختمان نبوده، در دشت بوده.
خب حالا میایم چند تا ویژگی سازه‌های متکی بر هوار بس میکنه. ببینید ارزان بودن یک ویژگی خاصه. امروز توجه همگی دنیا یکی از اصول مدیریت پروژه بحث قیمت پرایس یا کاست، باید ارزان تمام بشه پروژه، ضمن این که در زمان برنامه ریزی شده تمام بشه و مطابق کیفیتی که استانداردها تعیین کرده. این ساختارها راه ارزان برای ایجاد یک ساختمان بسیار بزرگ و پوشش فضای وسیع است و در اغلب موارد میتواند به نیازهای آب و هوایی متفاوت پاسخگو باشد. پس ارزان بودن ویژگی دیگه از اینه. موقتی بودن، گفتیم حتی میتونین این سازه ها ترجیح کنه که در زمستان باشه در تابستان از بین بره، برای 5 ساعت باشه پس جمع کنه. شما استخر یا حوض تنظیم میکنین برای 2 ساعت استفاده میکنین پس جمع میکنین. البته یک بکس میشه جمع کشید بذار چپرکت خودشه بذار یک سازه. تنوع پارچه ای، میتونیم از هر نوع پارچه استفاده کنیم نظر به ضرورت. اگر زمستان ما میخوایم نور و حرارت بیه داخل، پارچه شفاف استفاده کنیم. اگر تابستان شما نمیخوایم نور بیه داخل و گرمی، از کدر استفاده کنیم. رنگ تر و هر نوع ویژگیر میتونیم استفاده کنه و نهایتاً محدودیت ها در این قسمت ها برای این وجود نداره. ببینیم اینه تر و رنگ و حالت های سبودی ایجاد کردن، ببینیم چقدر مقبول، زیبا، ظریف، سبوک، ارزان و راحت. این ویژگیه ای سازه خواهد میتونه با ترکیب ببینیم چقدر ارتفاع هم داره. ارتفاع هم میدونیم چه خیلی ارتفاع داره. فوندیشن از او حالته چیه؟ شاید یک سقف بتونی باشه و بالای از او کلن طبقات یا سقف بزرگ از او یادت باشه. میتونه به صورت ترکیب، یعنی اینو ایتنیه که حتما باید یک نواخ و یک دست ساخته بشه. میتونه با ترکیب ساختارهای سازهای دیگه استفاده بشه. ویژگی از اینا همی تنوع در از اینا. اجرای فیلم نحوه ساخت بالشتک های بادی. ببینید چی رقم بالشتکار میسازن که با اینا از هوا پر میشه. ببینیم اینه با حالت اینا 3D پرنت میگم، یعنی یک سازر با حالت سبودی پرنت میکنه. شما یک ورق پرنت میکنیم ایه. ببینیم اینا حالت این اتافزیدی و جمع شدن و ببینیم باد که میشه شکل. بیشتر گفتم که توزیع بارها نظر به فرمه. شما هر فرم به سازه بده وقت باد میشه شکل رو خوب میگیره و همون ببینیم اساس کار از اینا طراحی و ای که هوا در کدوم قسمت ها میده و کدوم قسمت ها بیشتر تحت تاثیر قرار میده و شکل بخون میگیره. این بالشتکایی که بالون ها برای اینا استواره. این ببینیم اینا سازه های پر شده از هوا هست. ببینید پر میشه. ببینید اساس کار فشار هوا هست. ببینید از چند سمت پر میکنن، از چند سمت پر نمیکنن شکل بخواه بگیره. فقط تنظیم هوا هست در این سازه. همون سازه ولی با یک حالت دیگه. سه کنیم خب دوستای عزیز، طرح سوال درس ما و شما اینه که مزایا و محدودیت های استفاده از سازه های بادی را در شرایط ساخت و ساز در شهر هرات بررسی کنیم. ببینیم در شهر هرات ما اگه خواست باشیم سازه های بادی استفاده کنیم، هر از گاهی نمایشگاه مثلا کتاب میشه، نمایشگاه صنایع دستی میشه، اگه بتونه از سازه های چادری بادی استفاده کنه چند اندازه سهولت ایجاد میکنه. زیر یک سقف بزرگ یک نمایشگاه دیده باشین 2-3 هفته اینا کار میکنن، ای داربست تیار میکنم، ای قالینار میندازم و ای کمپ میزنم، آخرم زیبایی خور نداره. یک قالین بیگ رنگه، یک بیگ رنگه، یک فرش بیگ رنگه، یک ساختار بیگ رنگه، تفاوت میکنه. شما به راحتی میتونید
حالا شما بریم پیدا کنیم، تحقیق کنیم که مزیت ها و معدودیت های این سازه ها در شرایط هرات چگونه، درست شد؟ و بیاریم بریم که ببینیم چیکار میشه. خب پایان درس 15 رسیدیم. تا درس دیگر و درود دیگر، شما رو به الله پاک و بی‌نیاز امانت میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.